به این بخش خبری خوش آمدید. مسئولان و اعضای هیئات و مواکب حسینی شهر مقدس کربلا با حضور در بیت بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی مدظله با معظم الله دیدار کرده و از بیانات ارزشمند ایشان استفاده بردند. به گزارش شیوز، معظم الله در این دیدار طی سخنانی با اشاره به تکرار تاریخ فرمودند ملت عراق ستمهای فراوانی کشیدند و رویدادهای مختلفی را پشت سر گذاشتند که اثرگذارترین آنها انقلاب 1920 بود که به یاری خدای متعال و به برکت ائمه اطهار علیهم السلام و با عنایات خاصه حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف و پس از قربانی های بسیار پیروز شد. معظم الله ادامه دادند بنده بارها از همگان به ویژه جوانان خواستم که به شنیده ها اکتفا نکنند و آنان را به خواندن تاریخ سفارش کردم، چرا که تاریخ تکرار می شود و امروز بیش از هر چیزی در عراق نیازمند الهام گرفتن از تاریخ انقلاب 1920 برای این کشور هستیم. بزرگ مرجع جهان تشیع، ایمان به خدا و توکل بر او، رهبری آیت الله العظمی شیخ محمد تقی شیرازی رضوان الله علیه و اتحاد بین عشایر غیور کشور عراق را عامل پیروزی ملت عراق بر استعمار انگلیس دانسته و فرمودند پس از آن که ملت عراق جمعی از نیروهای استعمارگر انگلیسی را اسیر کردند، آیت الله العظمی میرزا محمد تقی شیرازی رهبر انقلاب 1920 عراق دستور دادند که هیچ یک از اسرا را نکشند و به خوبی با آنها رفتار کنند. این کار نشان می‌دهد که رهبری این مرجع بزرگ طبق شیوه رهبری رسول خدا صلی الله علیه و آله و حضرت امیرالمومنین علیه السلام و حضرت امام حسین علیه السلام بود. مرجعیت شیعه در پایان سخنان خود با تشکر از زحمات موکب‌های کربلایی در ایام زیارت میلیونی اربعین آنان را سفارش نمودند که با جدیت به خدمات خود ادامه داده و در این راه جوانان عراقی از هر قشری را نیز فرا خوانده و گرد یکدیگر جمع نمایند.